بله. دیگه شما میدونید که زندگی من شبیه زندگی آلیسه، اما تو سرزمین کاغذ و تا. تو دنیای من همه چی با کاغذ تعریف میشه. البته دنیای من و شما خیلی با هم تفاوت نداره. برای همین میخوام دوباره از زندگی براتون بگم، اما این بار داستانم واقعیه. تا قبل از 13 سالگی تو خونه منو سیا صدا میکردن. دایی بزرگم من که ناراحت نشم به هم گفت شکوفه درخت زغال. آخه من خیلی سبزه بودم، مثل خیلی از دخترای دیگه که واسه خودشون ذوق میکنم میرفتم جلو آینه واسه صورتی که داشتم ذوق میکردم. تا اینکه یه روز یه لک بزرگ سفید افتاد روی صورتم و اون شد گره ای تو کاغذ زندگی. بیماری من درد نداشت، اما غم داشت. غم بغض نگاه پدرم از اینکه نگران بود نکنه این لکای سفید تأثیر بذاره توی آیندم اونو سیاه کنه. غم ناراحتی خواهرم، نگرانی مادرم از نگاه‌های پرترحم آدم‌ها، سوالای تکراریشون. بیماریش واگیر داره؟ درمانش چیه؟ درمان نداره؟ غم داروهای بی اثر، درمانای بی فایده. همین غما باعث شد تا اون گره تبدیل بشه به یک کلاف سردرگم. حالا انتخاب با من بود، کلاف رو نگه دارم و متنفر بشم از خودم و صورتم، یا اینکه عادت کنم به این صورت پر از لک. من تصمیمم رو گرفتم، با اینکه سخت بود اما تحمل کردم فشارها رو. لبخند زدم به عشق همه اونه که منو با همین تفاوت پذیرفتن. لبخند زدم تا خانوادم باور کنن که من با لکای صورتم، با موجه و ابروی سفید شدم کنار اومدم و دیگه قصه نمیخورم. لبخند زدم و اون موقع اون گره رو تبدیل کردم به یک ستاره که بشه چراغ راهم. حالا که فهمیدم با لبخند میتونم راهم رو روشن کنم، باید زندگیمو بسازم. نباید خودم رو از جمع و حذف کنم. برای همین رفتم کلاس های مختلف، نقاشی، خوشنویسی، ژیمناستیک، سفال، تراش سنگ. اون موقع مدرسه من تقریبا تموم شده بود. دانشگاه هم رفتم و دانشگاه هم تموم شد و فهمیدم باید هدفی مشخص کنم. آخه هدف به زندگی انگیزه میده. برای همین هدفم رو شبیه یک کوه تو ذهنم تصور کردم. برای رسیدن به قله باید تلاش میکردم، برنامه ریزی میکردم و خوب تمرکز میکردم. نباید میذاشتم فکر صورتم ذهنم رو مشغول کنه، اما نمیشد. رفتار آدم ها تغییر نکرده بود، هنوزم تو خیابون